چند سال هستی؟ من دو. ای چند سال هست؟ هفت؟ با بشه تو خورد مالی میشی از این بخونم. بخون. خب بسم الله الرحمن الرحیم. میگه بسم ده چه خکولی کری زیارت تا ده مزار زما. بسم ده چه خکولی کری زیارت تا ده مزار زما. گوری با مقبر تا چه داو ملنگ جان ملنگ. یو جانان سل غم جان یو زره سل غمونه. دیگه چی یاد داری؟ با احساس است. مردم بسیار با احساس کار میکنن، با وجدان پاک کار میکنن. سلام علیکم، وقتتان بخیر، خوب هستین؟ ما بادامباغ هستیم، در سرکی که بادامباغ با غبالا رو با هم وصل می سازم. ما در اینجا یک گزارش دیگام تهیه کرده بودیم و این دومین گزارش ما از اینجا هست. می فهمین آدم من گوشت می بینه که وقتی می آیم می بینه که وطنش رو به آبادی است. شاید بعضی کسا مهزمه از دوستا یا پرسان می کنن چرا نرفتی؟ چرا وطن ایلا نکدی؟ چرا مثلا نرفتی خارج؟ چرا خدا نکشیدی؟ باور بکنین از وطن یک ذرام دل نمیشه که برای دیده شما و کمرمین ما به می باور است. همون طور است کمرمین؟ ما و کمرمین ما که رفیقای بسیار نزدیک هستیم که انشالله باز در برنامه بعدی در برنامه خاص خواد دیدنش هیچ وقت این وطن ترک نخواد گفتیم. انشالله که وطن ما دگام آباد آبادتر شود. انشالله که وطن ما همین قسم با طرف آبادی بره. ما برنامه خود شروع میکنیم. من حبیب سادات هستم، از طریق چینل کیوی برنامه آبادی رو بر شما ثبت میکنم و یک سه چهار دانه تفلکاس میخوایم امرای اینا اول گپ بزنیم. بیا جد تو بیا جد بیا 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 بالاش اینجا بالاش تو هم بیا تو هم بیا تو هم بیا بیا اوش کنی که نفتی بچه بیا اون اونجا برو بیشی اینجا قرار کنه بیشی بیشی تلویزیون؟ این تلویزیون سیاه و سفید است. تلویزیون پخپلسر. نام چی است؟ نام مرتضا. صنف چند هستی؟ صنف چهار. اینجا خانه تان است؟ خب نام تو چی است بچه؟ مصطفی. صنف چند هستی؟ اول. این بیادرت است؟ شما بیادر هستی؟ تو کلان سیاهی؟ من. چند سال هستی؟ من دو. این چند سال است؟ هفت. با بشه تو خورد مالی میشی از این کده؟ بچه تو شیر سوخته شدی بخیال ده؟ ها؟ خب چی رو یاد داری بچه؟ چیز بدل یک آن چیز بگو، یک ترانه، یک چیز، یک شعر، یک چیز بگو. هی چیز رو یاد ندارن. خب ما میریم پیش اون بیادر ما. او بیادر ما خدا دارم بگم دیروز هم امیجا خب بعدی شرق والا آمده بود که تیزو هم گبزد. چی گبزدی؟ امی شعر سرم خان. کدام شعر خان؟ بخونم. بخون. پشتو یاد داری؟ ما یاد دارم. خب. بخونم. بخون. خب بسم الله الرحمن الرحیم. میگه بسم ده چه خکولی کری زیارت تا ده مزار زما. بسم ده چه خکولی کری زیارت تا ده مزار زما. گوری با مقبر تا چه داو ملنگ جان ملنگ. آفرین. دگام یاد داری؟ بخون. ما یاد دارم. تو هم بخون یک تا. بسم الله الرحمن الرحیم. یا جانان سل غم جان یا زره سل غم جان یا جانان سل غم جان یا زره سل غمونه. دیگه چی یاد داری؟ دیگه امی ترانه است. نیمشه یاد دارم. نیمشه بخوان. نیمشه بخوان. نه دیگه بخوان. خب به هر صورت میریم پیش او بیادر ما. تشکر از شما، سلامت باشین، زنده باشین. و بیادر ما ببینیم که مصروف چی کار است و ما همین قسم باز پایین میشیم میریم طرف خانه خود. بیادر یک دقیقه جای نرو، ما یک دقیقه گپ بزنیم. خوب هستی؟
این دینار سگو دا فیدگام گپ نزدی. نام چی هست بیادر؟ نام شیرزای فخردادم. در اینجا مسئول کدام بخش هستی؟ عملاً و این برای شما چقدر فایده رسانده؟ این فایده در سای ما که 98% اگر مدر خانه باشیم دو کسر دیگه کار عملی نکنیم و 98% ما هیچ میشه و خروج وقت خانه که اینجا پروژه بسیار خوب است و انجینر های صاحبه که اینجا هستن در بخش سروی اینجا سبرومان بالا شما سایده بله تمام تذبیت نقشه و بسیار خوب. یعنی شما در کل با وجودی که مثلا دوره درس میخوانید نظری عملی هم میبینید اینجا و کار میکنید؟ بله بله درس های ما خلاص شده فعلا درس خانیدن خود کار عملی هم در خود تجربه صحابی داشته باشیم. بله تجربه صحابی زمانی که نداشته باشیم هر اینجا که وقتی فارغ میشن لازم و ضروری است که باید اصلاحات کار کنن یک مدتی تا بتواند دیتایی که اصلاحات برداشت میکنن و تجربه خود زیادتر بسازن. زمانی که تجربه نداشته باشیم دیتا و ارقامی که به نقشه میباشیم تجربه 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 نمیدن و بهتر است که هر اینجا وقتی فارغ میشه حد اقل تا 6 ماه در پروژه کار کنن و تجربه را از پروژه کسب کنن و بسیار فایده میکنه برای آینده بعدی. بسیار تشکر. سلامت باشید. بخیر باشید. بخیر باشید. سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز، کسایی که ما را میبینین و امیدوار به این هستیم که انشالله افغانستان ما دگام آباد و آبادتر شود. با انجینیر صاحب هستیم، انجینیر صاحب اچکزایی که بیشتر از زبان خودشان میگن که چقدر کار از این پروژه پیش رفته و چقدرش باقی مانده. سلام علیکم انجینیر صاحب. سلام علیکم. وقتتون بخیر. خوب هستین؟ زنده باشید. بخیر باشین. انجینیر صاحب قسمی که معلوم میشه از طرف بادامباغ این طرف یک ذره قریزی شده و این طرفش مانده. انشالله در جریان یک ماه آینده که سردی میایه خلاص میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بله ما خانه میبینیم کار ما جدی روان است. انشالله اگر هوا زود سرد نشه این بخش دومش هم آماده اسفلت میشه. و درباره لایه هایش بگوین انجینیر صاحب از نگاه خودمی روال کاریتان که چند لایه انداخته میشه و اسفالت است و چقدر مثلا این هم یاشه کل از نگاه تخنیکی در این سایی که شما میبینیم اینجا فیلنگ ما زیاد است. باز ما در دیوالا معلوم میشه که خفای دیوالا اصلاحی ما شخمت را افتر دیوالا اصلاحی آسیسی جور کردیم دیگه اینجا برکاری ما زیاد است. باز هر کلکاری را ما لیار به لیار مندازیم، یعنی 20-20 سانتی 30 سانتی مندازیم، ایره آوار میکنیم، تحکیب کاریش میکنیم، مثل لابراتواری میگیریم، باز دیگه لیار مندازیم الا اسفالت. این مقار ماست و رسرک رو یک اندازه که رسیدیم باید که سرکری به سرک نگه میگنیم در اونجا باز دیگه مواد میخده از سبیس میگنیشه و هم کمپکشن میشه به سکورس هست. باز از این اسفالت هست. اسفالت این سرک دو لیار در نظر گرفته شده. در یک بخش از این ما انداختیم، یک لیار انداختیم، باز لیار دوم هم از حساب نورما انجینری باید آخر کار انداخته شد. یعنی بخش دومه که ما اسفالت کردیم خدروایش رو ساختیم دیگه کدام کار ما نمانده باشه در آخر باز او در دو روز انداخته میشه که مکمل در کار سره. و اگر در جریان اگر باریم بگی باشه یا هوا سرد باشه باز مانه کارتان نمیشه انجینیر سر؟ بله میشه چرا نمیشه هوا که سرد شد باز اسفالت یخ بشه و اسفالت که باز
خراب میشه، کرک پیدا میکنه. در جریان کاری که در این پروژه فیلی بوده، سخت‌ترین کارتان چی بود؟ سخت‌ترین کار ما، خب ما بلد شدیم تقریبا نهایی در کار سرکار را جور کردیم. همی کار ماست، برای ما کار سخت دیگه تو کلش کار است، کار آسان، کار سخت کلش کار است تو بله. چی نیست همی زیادترین کار سخت ما کار تقریبا اینجا این مسیر سرکان های مردم بودن و متاسف همه که افیدارش تقریب شدن اونم کار سخت کار سخت تو نمی بود که مثلا نوعت دادن مردم که مثلا استملاکشان و دیگه واقعا کار سخت است بخاطر که مردم در شرایط خود قرار ندارست. بله کمی کار سخت بود. باز خوشبختانه که همی خانه که در مسیر سرک رفتن کلشان از طرف شاروالی کل خدا نگرفتن. خب تشکر انجینیر صد و از برخوردا بگوید مثلا در جریان کار بخاطر از اینکه ما و شما در افغانستان زندگی میکنیم و بعض مردم ها پیدا میشن که برخوردهای خوب هم میداشته باشن، برخوردهای خراب هم. از برخوردها در کل بگوید. خب این وطن ما خب به کلگی معلوم است، در اینجا مردم های متفاوت زندگی میکنن، دیگه کلشان به یک فکر نیستن، بعضی دوستا پیدا میشن. در جریان کار باز خوب است، فضل خدا ما اینجا قناعتشان دادیم، قناعت کردن یا ما را قناعت دادن یا ما را قناعت دادیم، مقصد به می شکل از مردم راضی هستیم، همکاری کردن کردن و خیر باشیم. و انجینیر صد یک سوال کاملا متفاوتی که از ساخت و ساز که فعلا در افغانستان خصوصا در کابل جریان داره شما چقدر راضی هستین؟ در کل من حیث یک شهروند، نه من حیث یک انجینیر، و چقدر خوشبین هستیم؟ انشالله صد که صد راضی هستیم. کار باسازی بسیار نسبت به سابق کلام ریمان بود، کمک های جامعه جهانی هم بود، نسبت به او وقت کار باسازی بسیار زیاد است. شما ببینید در گوشه شهر کابل پروژه ما در حال تطبیق شدن هستند و انشالله شما تغییرشان به زودی خواهد دیدید. مثلا انجینیر صاحب نمی سرک وقتی جور میشه از اون طرف اون که جور شده تا این طرف چقدر به زیبایی این منطقه میارزه، واقعا این منطقه یک منطقه رویایی میشه. بله بله این سرک هست که جور شده بخیر بسیار یعنی یک زیبایی خاص به این منطقه میده و شاید مردم از شرق از به این سرک بین بسیار از طرف صبح و از طرف دیگه واقعاً یک سرک خوب است و شهروالی هم به پلانای بسیار وسیع برای این ساعت دارند که تا می خواهیم بعد ساعت سایه سبز بسازن و به دو طرف سرک سایه فولادی دیگه هم در نظر دارند و بخیر که هم تطبیق شود اینکه دیگه اصلا یک اگر بگوییم یک دوبه کوچک از امیت جور می شود. انشالله با امید از اینکه افغانستان ما دگام آباد آبادتر شد. تشکر انجینیر، تشکر از شما که تشریف آوردید. تو بگو کتاب کتاب کدامت یاد داره؟ ایچی کودکان ترنه و کودک یاد داره. خب بخوان تو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ما کودکانم شیرین زبانه پیسه نداره کاکا مترون ما را فرستان تا کودکستان دروازه باز شد شده. تو چرا خنده میکدی؟ چرا یاد این بخوان دیگر؟ نه چرا خنده میکدی؟ سنت چند هستی؟ نام چی هست؟ ایسا. ایسا تو تخون نام دارد خواه بچی؟ بیا برای خورده آزار میتی؟ نه بیادر خود ندارد، کلان دارد. کلان تو را آزار میتر؟ نه نمیتر؟ نه جنگ میکنن گو کن جنگ میکنن؟ نه این دو تامیال دو سر دیگ میچی میگم تا کنکا آمد مارد خواهی مارو میگو خواه خدا حافظ کن. جور باشه. برو. کار از ساخت و سازی که فعلا در وطن جریان داره چقدر شما راضی هستید؟ ما از کل وطن تصمیم کردن نمیتونیم از سر کوتل خیرخانه تا بینمیجه که کار فعلی سرک ها جریان داره بسیار
کار نیک است، بسیار کار پیشرفته و با احساس است. مردم بسیار با احساس کار میکنند، با وجدان پاک کار میکنند. مسلمان های واقعی هستند. ما درک کردیم، درک کردیم در اینمیجا در گردنه خانه ماست. بله. ما اینمیل از چندین باری که ما آمدیم و میبینیم و ساخت و ساز کار با ارزش است. گفتار همین چیزی که در گفتارشان است در عمل برای مردم پیاده میکنن کار بسیار نیکه. بله. و همین یک سوال پیدا میشه که چرا مثلا ما شما خود در این وطن زندگی کردیم، شما سر هم اینجا سفید کردیم، ما در اینجا طفل بودیم، جوان شدیم، اینا کم است که ما هم بخیر بریم طرف دیری. مگم چرا در 20 سال پیش 10 سال پیش شروع کردن آبادی نبود کاکای گله؟ ما ایره هیچگاه نی تصور کرده میتونیم نی پیش بینی کرده میتونیم. به خاطر از این پیش بینی کرده نمیتونیم که امکان داره زماندارای امو وقت تحت تاثیر مردم های بیگانه بودن. فعلا مردم مستقیما کار خود، وطن دوستی خود، اخلاق خود، کرکتر خود با برای مردم یک جا شریک کرده با آبادانی وطن خود کار میکنه. بخیر باشین، زنده باشین. فقط یک باشن. سوال دیگه ما هم جواب دیگه است که مثلا شما دمی گردنه زندگی میکنین، شما وظیفه تان به عنوان یک شهروند چی است که چقدر باید از این نگهداری بکنین؟ امیر خود مثلا شهرداری جور میکنه، حکومت جور میکنه، وظیفه ما چی است؟ ما شریفانه برات بگویم، ما همی پولی را که اقتداد مردم پول دست داشته که دارن، امیر که بسیار بی احساس در پیش خود نگاه میکنن، در جیب خود نگاه میکنن، در دست خود نگاه میکنن، ما از الان به تشویش بسیار عمیق هستیم. بله. چه خواستایی که مردم ما در برابر وطن خود بیشتر توجه را نکرده. بله. امیدوار هستم که بیشتر توجه شوه، بیشتر خدمت شوه، بیشتر کار شوه، با آبادانی ملت، با آبادانی مردم همگی میمیرن. بله. اما تاریخ به جا میماند، تاریخ واقعیت ها را افشا میکنه. بله. واقعیت ها را برملا میسازه. امیدوار هستیم که همین تاریخی که فعلا در پیشرفت است و همین سیستم تا ابدالعباد همین وطن ما در آبادی و شکوفانی پیشرفت. بخیر باشین، بسیار تشکر، سلامت باشین، لطف کردین، ممنون. بخیر باشین. با سلام دوباره بیننده عزیز، که رفیق ما همین جرساد هستیم که اول خلامشان را پرسان میکنیم، باز بال از او پرسان میکنیم که این سرک بادام باف با گبالا چقدر از این خرسند هستم و آیا با مشکل خوب بر نخوردن اینجا مثلا خانه شان خود نقشه نرفته میشه که خودشون گپ بزنه. سلام علیکم دوستان. سلام علیکم، محمد سیار عطایی هستیم، یکی از باشندگان این منطقه وحدت آباد. اما از سرک بسیار راضی هستیم، بسیار خوش هستیم که در مدت 20 سال این سرک به چندین دفعه پروژهش برآمد جور نشد. حال امی حکومت امارات اسلامی امی پروژه را تکمیل ساخت، ساخت ساز جریان داره، این سرک خود داره میبینه که به این اندازه جور شده. بله. اما ما به یک مشکل عمده که برخوردیم، سرکی که ما باید در این خانه بیم تقریبا 120 خانه است، این سرک بسته شده. اما مثل قفص باره اینجا بند موندیم، نه برای ما راه نشان میدن، نه راهی را برای ما کشیدیم که ما این سرک استفاده کنیم. خب آخر مثلا یک راهی خب برای شما خود جور کرد؟ تافیران از کدام راهی را ما در نظر نگرفتیم که ما به این سرک رفت آمد کنیم. خودتان کدام اقدام کردین از طریق وکیل صاحب کوچه، از طریق نماینده کوچه؟ نماینده کوچه هم خودم هستم، بسیار اقدام کردیم، چندین دفعه عریضه دادیم که ما به این سرک بیم، فعلا دیگه جوابی ندادیم، منتظر هستیم که چی میکنن برای ما. انشالله که جور شوه و مثل که همین سرک نفته شده رئیس و انشالله که رای شما جور میشه و قسم بیرا انشالله که نمیمونه. توکل به خدا، امید از خدا زیه که یک سرک به ما بکشه که ما این سرک بتونیم استفاده کنیم. انشالله، تشکر برام. قربانم، بخیر، سلامت باشیم. والا خوب شد دیگه، سرک ما اینه جور شد، سرک پخته شد، همین تو تا بالا میره. سو خوبش میشه. خانه شما در کجاست؟ خانه ما دمی بغل علی راه که بند است، زمین اونوج است. ان شاء الله که راه شما جور میشه و ان شاء الله که بخیر سرکتون پخته میشه و یک جای بسیار خوب میشه. بله بله، سو خوب جای میشه. خوبه دیگه. بسیار تشکر. خوبه.
عزیز با آن روز گزارش خود از سرک بادامباغ باغ بالا ثبت کردیم و اینی جمع از خامه دپخته گد شدم و همین قسم وطن ما از خامه دپخته گد شده رویز و به طرف آبادی رفته رویز. این بود برنامه ما که از اینجا تقدیم تا شد. یا رو باور بکنیم که من دلم نمیشه که خداحافظی کنم، دلم میشه که گپ زده برم همراه مردم، همراه خودم گپ زده برم، همونطور خلاصه قصه کرده برم از این که مثلا از آبادی براتون گفته برم. ولی بازم چون وقت برنامه زیق است و یاری نمیکنم و سرمام نوقت میشه، تا برنامه بعد بازم در خدمت شما قرار میگیریم. شما رو بالای پاک و بی‌نیاز باشید.